حدود نیم قرن است که خاندان آل خلیفه در بحرین حکومت می کند و در طول این مدت انواع جرم، جنایت، شکنجه و رفتار و اقدام ضد بشری را علیه شیعیان اهل بیت اسمت و تهارت مرتکب شده است. اقدامهای ضد انسانی آل خلیفه تنها علیه شیعیان بزرگسال و میانسال صورت نمی گیرد. بلکه حتی جوانان و نوجوانان نیز از آنها در امان نبوده و نیستند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. محمد مقتدا و منتظر سه برادر شیعه بحرینی 14 و 15 ساله هستند این پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلان در سال 2021 به اتهام های واهی توسط نیروهای آل خلیفه بازداشت و به مدت یک سال به زندان محکوم شدند. آنها در این مدت مورد انواع شکنجه و تهدید قرار گرفتند تا شاید به اقدامها و اعمال نکرده خود علیه آل خلیفه اعتراف اجباری کنند. اتهام این سه برادر نوجوان شرکت در تظاهرات ساخت مواد قابل اشتعال، شورش، تعدی به اشخاص و املاک دولتی و خصوصی اعلام شده است. آنها در این مدت به رغم سن اندک در معرض شکنجه روحی توهین و تهدید نیز واقع شدند این سه برادر از هنگام بازداشت در جوان 2021 تا 13 فوریه 2022 از دیدار والدین خود نیز محروم بودند و پس از آن ملاقات والدین تحت مراقبت شدید با دوربین انجام شد حتی آل خلیفه این سه نوجوان شیعه را از تحصیل محروم کرده که نشانه ظلم آشکار این حکومت علیه شیعیان در بحرین است گفتنی است این سه برادر تنها سه نوجوان از مجموع هزاران شیعه بحرینی هستند که در طول چند دهه اخیر مورد ظلم و ستم آشکار حکومت آل خلیفه قرار گرفتند و تنها جرم آنان پیروی از اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم است.